باشین. دقت داشته باشید که این آرنج کمیرو میاد، کتفتونه کمیرو میاد. اگه شما سینه‌تون رو بدید بالا، شونه رو بندازید، بیشتر درگیری توی عضلات لاتتون ایجاد میشه و حسابی میتونید اینجا استرچ رو بگیرید، بیاید عقب و منقبضش کنید. حالا بهتون نشون میدم. خیلی فرم برای اجرای حرکت‌های پشت مهمه. درود به همگی، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ایفلکس فیتنس. این برنامه قسمت سوم چالش 16 هفته‌ایه که قراره حسابی این شیپ شیم، یه حجم خشک بالا بذاریم و چربی تنمون رو بیاریم پایین. توی قسمت‌های قبلی تمرین پا رو داشتیم، تمرین روز پوشته رو داشتیم که سینه بود و سرشونه و پشت بازو، و امروز قراره پول بزنیم. امروز پوله چه گفت که عضلات زیر بغل و لات ما هست. سرشونه یا دلتوید پشتی رو قراره تمرین بدیم و با حرکت‌های جلو بازو و ساعد هم قراره تمومش کنیم. توی قسمت‌های قبلی من به شما گفتم که قراره برنامه غذاییمون چه جوری باشه و برنامه ساپلمنتمون هم همینطور براتون توضیح دادم. من دو وعده غذا خوردم، وعده تخم مرغ و برنج صبحم رو خوردم. بعد قبل تمرینم که 200 گرم برنج سفید بوده و 170 گرم سینه مرغ، علاوه 14 گرم هم روغن زیتون. اونو یک ساعت و چی گفت که 5 دقیقه 10 دقیقه پیش خوردم و الان آمادم که این ساپلمنت های پری ورکاوت هم همون سه تا مصرف کنم و یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه تمرینم هم شروع کنم. وزن من از هفته گذشته بالاتر نرفته، تقریبا میشه گفت که 5 کیلو کلن وزن بالا گذاشتم توی این یکی دو هفته و الان دیگه وزنم بالا نرفته و فقط سایزم یکم تغییر کرده و یکم درشتر شدم. حالا میریم توی باشگاه حسابی یه پامپ خوبم میگیریم و ببینیم که چجوریه. توی باشگاه میبینم اتون. خب طبق معمول ما 10 دقیقه 15 دقیقه گرم میکنیم و حرکت های کششی رو انجام دادم همه رو، و چون که امروز شونه هم میزنیم، در واقع میخوام حسابی سه تا سر دلتویدم، جلویی، بغلی و پشتی رو حسابی خوب گرم کنم. از طبق معمول این حرکت رو میزنیم برای 15 تکرار و سه تا ست. کنترل میکنیم بره پایین، نشه جانب رو میزنیم یاد بالا، دستمون رو جمع میکنیم، میبریم بالا، کنترل میکنیم بیاد پایین، باز میکنیم و کنترل میکنیم بیاد پایین. اینو برای 15 تا تکرار میخوایم بزنیم و مطمئن شیم که حسابی عضلات دلتویدمون گرم شده و اکتیو شده. این در واقع به هماهنگی عصب و عضله ما خیلی کمک میکنه. این گرم کردن ها خیلی مهمه بچه ها اگه بخوایم یه تمرین خیلی خوب داشته باشیم. امروز قراره تمرین های پشت رو شروع کنیم، بعدش شونه بزنیم و با بازو هم تموم کنیم. و واسه حرکت های پشت بکنم 4 تا تمرین رو قراره بزنیم که بهتون خیلی کمک میکنم که بتونید ارتباط عصب و عضله بهتری داشته باشید و برای حرکت های پشت بیشتر از لاتتون کمک بگیرید تا که بازوها و دستاتون. اولین حرکتمون بارفیکس کمکی هست و میریم که بزنیمش. خب برای این حرکت که ما میخوایم بزنیم این بارفیکس کمکیه. من کلا همه حرکت های بارفیکس رو دوست دارم برای عضلات پشت و معمولا یه نمونه بارفیکس رو همیشه در پشت میذارم. این بارفیکس کمکی برای اول تمرین من کمک به یه هماهنگی عصب عضله پیدا کنم. هماهنگی عصب عضله برای عضله خیلی مهمه که بقیه عضلات رو شما رو باید ببینیم و بعد احساس و مطمئن باشه برای اکتیو کردن بهتر پشت نرم میدی بالا و نرم دراپ میکنیم و از خارج کمک میکنیم و در واقع اینجوری بازو رو آفت میکنیم. نمیخوایم دست باز بزنیم، در چهار تا دوازا بزنیم. We'll be right back.
شما فرمتون رو درست کنید واسه اول تمرین، کلا میتونید ماشه بک رو اکتیو نگه داشته. اما اون اینه که سینه بالا باشه، شونه رو بندازید پایین، کل لات اونجا درگیر میشه. خب اون بارپیس کمکی حسابی پشت منو گرم کرد و چهار ست اونجا زدم، خیلی خوب تونستم پشتم رو پامپ کنم. این حرکت، حرکت دومونه و این تمرین یه تمرینیه که من از جان ملوس یاد گرفتم. پول داونه، سیمکشه، ولی توی سه تا نوع مختلف میزنیم، سه تا زاویه مختلف. این خیلی کمک میکنه به شما که بتونید اون هماهنگی عصب عضله رو داشته باشید و کل ماهیچه های پشتتون رو حس کنید. یکی از اون تمریناییه که من به شما میگم جز تمرینای اولتون باید باشه که اون اکتیویشن و وارم اپ رو خوب داشته باشه. اینو ما توی هر وریشن، توی هر زاویه میخوایم 10 تا بزنیم ازش. و دقت هم کنید که وزن سنگین اینجا اصلا به درد شما نمیخوره و در واقع میخوام که همه وزن رو توی پشتتون بذارید. سینه رو بده بالا، شونه ها رو دراپ کن که همه پشتت اکتیو بشه. خیلی به حالت سیخ میشینیم، کنترل میکنیم بره بالا. اینجا که استرچ گرفتیم میایم پایین. اینو میخوام برای 10 تا تکرار بزنیم توی این زاویه. برای 10 تای بعدی یکم زاویه میدیم به پشت و باش میریم بالا، میایم پایین، کلا منقبض میکنیم. این بالا استرچ رو اینجا میگیریم، بوم. وقتی اون 10 تا رو تموم کردیم در پایان کلا میخوابیم و سینه بالاست و شونه خوابیده. دقت کنید استرچو که اینجا گرفتیم، میایم پایین، بوم. اینجا قسمت بالای لاتمون خیلی خوب باید کار کنه و احساسش کنیم. دقت داشته باشید. خب ما حرکت قبلی رو 4 تا 3 تا 10 تایی زدیم، یعنی 3 تا زاویه مختلف داشت، 3 تا 10 تا میشه 30 تا، یعنی هر 3 تا 30 تا تکرار زدیم. این حرکت، حرکت بعدیمونه، در واقع همون پارویی دست باز میخوایم بزنیم. اینو هم میخوایم 4 تا 3 بزنیم و تعداد تکرارش بین 10 تا تا 15 تاست و هر ست به صورت پیرامیدی وزن رو میبریم بالا و تعداد تکرارمون رو میاریم پایین. تمام تمرکزمون اینه که این قسمت بالایی لاتو ما بتونیم درگیر کنیم و حسابی تمرینش بدیم و پمپ رو داشته باشیم. دقت داشته باشید که این آرنج که میره و میاد، کتفتونه که میره و میاد. اگه شما سینه‌تون رو بدید بالا، شونه رو بندازید، بیشتر درگیری توی عضلات لاتتون ایجاد میشه و حسابی میتونید اینجا استرچ رو بگیرید، بیاید عقب و منقبضش کنید. حالا بهتون نشون میدم. خیلی فرم برای اجرای حرکت‌های پشت مهمه. Thank you.
خب اینو من 15 تا زدم و سه تا سومم بود. یه سه تا دیگه دارم که سنگین ترش میکنم و هدف اینه که روی 10 تا تکرار به ناتوانی برسیم. دقت داشته باشید که از دستتون، از مشتون، بازوتون استفاده نکنید و اینو مثل قلاب بکنید و در واقع این آرنجی که میکشید پایین توی بالا رفتن قشنگ لاتتون رو استرچ کنید و وقتی میاد پایین منقبضش کنید. خیلی مهمه اینا. خب حرکت بعدی که داریم این پول داون از جلوه و قراره که تک دست بزنید. همونجور که بهتون گفتم فرمتون رو قبل اینکه برید زیر کلا وزنه درست کنید. سینه رو بده بالا، شونه رو بنداز و واسه تک دست می‌خوایم مچ عکس رو بزنید. اینو بین 8 تا 12 تا می‌خوایم بزنیم برای 3 ست و 3 ستش هم در واقع ستای اصلیه، چون که اینجای کار یه بدن اون حسابی گرم شد. اینجا میخوام یه استرچ رو داشته باشید توی بالای لاتتون، وقتی درگیر شد بوم بیاد پایین منقبض کنه. توی دامن منفی کنترل میشه، دامن مثبت سری میاد پایین و منقبض میشه. حرکت های پشت خیلی مهمه که اون هماهنگی عصب و عضله باشه و فقط از پشتشون استفاده کنید و اگه یه چند وزنه رو سنگین بزنی خیلی امکانش هست که از شونه و بازو هم کمک بگیری. اینجا میخوام حسابی منقبض شه، کنترل شه بیاد بالا و اینجا استرچ شه. خب حسابی پشتمون کار کرده. یه دونه تمرین دیگه، یه دونه حرکت دیگه رو میخوام بزنم به عنوان فینیشر باشه و احتمالاً FST7 میزنم. 7 تا ست پشت سر هم، 12 تا 15 تا تکرار با کمترین استراحت بین ستا و اونا هم در واقع میخوام اگه اینجا گیرم بیاد خیلی باشه شلوغ امروز. پول اوور سیمکش رو دوست دارم تموم کنم باش. حسابی پمپ شده پشتم، تمرین خیلی خوبیه. خب یه دونه سیمکش پیدا کردم، این یکی رو میخوام پول اوور بزنم و 7 تا ست میخوام بزنم بین 12 تا 15 تا تکرار و کمترین استراحت من بین هر ست خواهم داشت و این در واقع اکسرسایزیه، این تمرینی که قراره پشتمون رو باهاش تموم کنیم، پس بهتره که صدمون رو روی این بذاریم و یه پمپ خیلی قوی و دنبال اون باشه. سینه بالا، شونه رو دراپ میکنیم، استرچی که توی بالای لات گرفتیم بوم. معمولاً تمرین‌های قبلی و حرکت‌های قبلی و 60 تا 90 ثانیه بین هر ست استراحت می‌کردم. این یکی رو قراره 30 ثانیه باشه، یعنی بین 20 تا 30 ثانیه می‌خوام استراحت رو بگیریم و هدف اصلیمون برای این تمرین اون ماکسیمم پمپ داخل اون عضله است و بلافاصله بعد این تمرین هم می‌ریم چند تا جفت بازو از روبرو می‌گیریم که بتونیم حسابی پشتمون رو منقبض کنیم و خونا رو توش بیشتر کنیم.
خب تمرین پشتمون تموم شد، الان دو تا حرکت میخوایم بزنیم برای سرشونه و اولیش واسه سرشونه میانیه و بعدی هم واسه سرشونه پشتیه. اولین حرکتی که میخوایم بزنیم نش جانب دنبله و به این صورت جلو میریم که 15 12 10 و دو تا تریپل دراپ ست هشتایی، یعنی که هشتا میزنیم وزن رو کم میکنیم، هشتایی دیگه میزنیم دوباره وزن رو کم میکنیم و هشتایی دیگه میزنیم. این تنها اکسرسایزیه، تنها حرکتی که واسه دلتوید بغلیمون میزنیم و میمونه دلتوید پشتی که در پایان اونو هم میزنیم. There you go. Using this. Yeah. خب آخرین حرکتی که میخوایم برای شونه بزنیم حرکت فیس پوله. این طناب رو میکشیم توی صورتمون اونجوری که این وسطش بیاد جای دوتا ابروی شما و اینکه کل تمرکزمون رو میذاریم روی این دلتوید پشتی و یکی از مهمترین سرهای دلتوید پشتیه. اگه دنبال شونه کاملی هر وقت من بک دارم از عضلات پشتمو تمرین میدم دلتوید پشتی هم توش میذارم و دقت کنید که سینه بالا باشه، دوباره شونه رو دراپ میکنی و وزنه رو لود میکنی توی دلتوید پشتی، اینجا منقبض میکنی، دامن منفی کنترل میشه، اینجا رو که استرچ گرفتی بوم.
این در واقع میخوام 4 تا ست 15 تایی بزنیم ده شونمون بعد این تمومه. میریم دنبال بازو و فور آرم از دوره ساعد رو کار میکنیم. خب شونمون تموم شد و الان میخوایم بازو کار کنیم. اولین حرکت بازومون این سیمکش با تنابه و میخوایم 4 تا 15 تا بزنیم و میخوام بیشترین فشار روی عضله بریکیالس یا عضله فورآرم یا همون ساعدمون بیاد که از اینجا شروع میشه تا اینجاست. اینو دقت کنید، اول که حسابی لودش میکنیم که ساعدمون کنترل میکنیم بره پایین، استرچ رو گرفتیم میایم بالا، باز میکنیم مچمونو و اینجا منقبض میکنیم، دامنه منفی رو کنترل میکنیم، استرچ رو گرفتیم میایم بالا، مچو باز میکنیم و منقبض میکنیم. خب حرکت آخری که میخوایم برای بازو بزنیم و کلن حرکت آخر امروز جلو بازو هالتره و اینو ما 3 تا 7 تا میزنیم. 7 تا دامنه پایین رو میزنیم، اینجا نگه میداریم کنترل میکنیم بره پایین، استرچو که گرفتیم بوم. و 7 تا هم دامنه وسط رو میخوایم بزنیم. در پایان هم 7 تا دامنه بالا رو میزنیم. اینو واسه 3 تا ست میخواییم تکرار کنیم و این بود از تمرین امروز. حالا ریکپش رو واسه تون میذارم و توضیح میدم که چی شد. خب اینم بود از تمرین امروز. روز پول دی هم تموم شد بچه ها. در واقع 4 تا تمرین پشت داشتیم که خیلی خوب بود، تونستم بیشترین پمپ رو بگیرم. در واقع 5 تا تمرین پشت داشتیم، 2 تا تمرین سرشونه داشتیم که یه دونه سرشونه دلتوید میانی رو زدیم و دلتوید پشتی رو هم زدیم که میبینید که حسابی پامپ شده و خوب. و در پایان هم با 2 تا حرکت بازو تمومش کردیم. یه دونه بیشتر بود برای عضله بریکیالسمون، برای عضله ساعدمون و یه دونه هم برای کل عضله بازو که اینم پمپ خوبی رو گرفته. کلا تمرین خوبی بود. در واقع 1 ساعت و 49 دقیقه طول کشید، زیر 2 ساعت تونستیم 3 تا مایچر رو تمرین بدیم. من اینکه الان میخوام برم وعده بعدمو بخورم. الان بلافاصله که تموم شدم 1.5 اسکوب ایزوله ایوجن رو دارم، آیزوجکت رو دارم و یه دونه موز کامل و بلافاصله بعد اون میام خونه یه 15 دقیقه دیگه بعد غذاییمو دارم که مرغ و برنج و بعدش هم استراحت میکنیم. این تمرین‌ها رو انجام بدید. اگه سوالی چیزی داشتید حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید. مرسی از همه شما که این برنامه رو تماشا میکنید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم.